کارگاه نمایش یک جای بسیار صمیمی، یک جای کوچک از نظر ظرفیت و مساحت با بودجه بسیار پایین از طرف تلویزیون ملی ایران به عنوان یک کار جنبی تلویزیون درست شد که یک سری جوانان تحصیل کرده از خارج از کشور آمده اونجا رو بنا کردن و شروع کردن به گرفتن بازیگرانی که متفاوت بودن، بازیگرانی که حتما نباید قد بلندی می داشتن یا صدای خود می داشتن، کسانی که علاقه من بودن به کار بازیگری اینا رو گرفت. در طول یک ده سال به اینا حقوقی می داد، حقوق مناسب، نه زیاد نه کم. بنابراین بچه ها این بازیگر ها مثلا حدود 40 تا بازیگر تونستن در طول این 10 سال در کارگاه نمایش رشد کنن، دوباره متولد بشن و به جامعه بیان که از میونشون مینیمم 20 تا بازیگر درجه که خارق العاده اومد بیرون که دیگه اگه بخوام مثال بزنم شهره آقداشلو که از بهترین بازیگران زن تئاتر و سینمای ایران، خانم سوسن تسلیمی و همچنین خانم شکوه نجوابادی، فهیمه راستکار، دیگه همینطوری خیلی آدم و در مردها بسیاری از بازیگران خوب سینما ایران از کارگاه نمایش اومدن بیرون. بندم از اونجا اومدم. درست گفتم؟ همه رو درست گفتم. سریع؟ بسیار درست گفتم. من خیلی سریع یه جمله میگم بعد میسپارم دست شعره عزیز. کارگاه نمایش تهران رو در مقطع انقلاب اومدن درش گل گرفتن. یکی از بهترین نمایشنامه‌نویسان آسیا رو آقای عباس نلبندیان رو زندان کردن که بعد اومد بیرون و وضع اسفناک خودکشی کرد. درش رو رسما گل گرفتن به خاطر توهین کردن به هنر هنرمند. خب من بیرون از ایران بودم در اون موقع، زودتر اومده بودم بیرون. وقتی که در آمریکا تصمیم گرفتم به کار دوباره تئاتر، این اسم کارگاه نمایش منو ول نمی کرد. 79 هم مفهومش 1379 که انقلاب ایران واقع شد. بنابراین ما و بعداً شوره عزیز به من پیوست، به این گروه پیوست که با هم دیگه تا امروز داریم براش تلاش میکنیم. کارگاه نمایش 79 درست از برای ما از زمانی شروع شد که درشو در تهران گل گرفتم. بنابراین ما اینجا در قلب و ذهنمون بازش کردیم، چراغش هم روشن کردیم. درست درست میگم، دقیقاً به همین علت اسمش رو، اسم شرکت خودمون رو، این شرکت تئاتری رو، در واقع کمپانی تئاتری رو گذاشتیم کارگاه نمایش 79. کارگاه نمایش به خاطر کارگاه نمایشی که در واقع ما رو پرورش داد، من یکی رو، چون من خیلی دارم میخواست بازیگر بشم، راهی نداشتم، نمیدونستم کجا باید برم، چه کار باید بکنم. یک بار شنیدم که در کارگاه نمایش دارن آزمون میگیرن یا آدیشن میگیرن برای نمایش جاده باریک به شمال دور، کار ادوارد ماند. خانم مریم بانی پال با همسرش پال بنتال آمده بودن اونجا که این رو مریم هم بنتال، مریم خلوتی، مریم خلوتی هم دنبال فامیل مریم بودن، از انگلستان اومده بودن. این نمایش تئاتر آکادمی سلطنتی انگلیس رو هر دوشون تموم کرده بودن و بسیار انسانای بازیگر فوق العاده خوب و کارگردان خیلی خوبی هم بود مریم. و اینها آدیشن میگرفتن، آزمون میگرفتن، من رفتم برای آزمون و بلافاصله همونجا بهم گفتن یه چند ساعتی صبر کن و نشستم و بعد صدام کردن اون یکی توی دفتر و همون زنده یاد عباس نلبندیان به هم گفت که میخوان که این نقش رو بازی بکنم، که من اصلا باورم نمیشد. اومده بودم بیرون، نمیشم کدوم بری باید برم، این بر برم یا اون بر برم، باورم نمیشد که دارم بر میگردم اینجا برای تمرین. به هم گفتن هفته آینده برگرد برای تمرین. و با کارگاه در واقع خونه دومم رو توی زندگی پیدا کردم. خونه اولم در منزل پدرم بسیار راحت و آسوده بود. فامیل خیلی خوبی دارم، برادری دارم که خیلی دوستم دارن، ولی همیشه یه چیزی کم بود و اونم این عشق به هنر بازیگری بود. بنابراین وقتی کارگاه قبولم کرد، در رو روم باز کرد، از اونجا به بعد دیگه شد خونه دومم.
و واقعا همه هم همونطور که هوشنگ گفت مثل حالت فامیلی داشت. کارگردانایی که اونجا ما باهاشون کار میکردیم، آشوربانی پال، آربی آوانسیان، اسماعیل خلج، کارگردانایی که از بیرون میومدن اونجا با ما کار میکردن مثل مریم خلوتی، اینها همه حالت پدر و مادرای ما رو داشتن، حالت استادای ما رو داشتن. من از آشوربانی پال اینقدر یاد گرفتم که اگه بخوام براتون بشمارم فکر میکنم اصلا به وقت این مصاحبه در وقت این مصاحبه نگنجه. از موسیقی کلاسیک گرفته تا چگونه روی صحنه قدم زدن. بنابراین و بعد وقت یک سری از تمرینایی هم که ما داشتیم خیلی تمرینای انسانی بود. اتفاقا امسال در یک انجمن انگلیسی دعوت کرده بود برای تئاتر ایران در انگلستان که اکثر شرکت کنندگان انگلیسی و ایرانی بودن، برای جبه تئاتر ایران صحبت میکردن و اینکه تئاتر ایران چقدر ببخشید پیشرفته است. و من به همش بهشون توضیح میدادم که این تئاتر از کجا داره میاد و ما قبلا در 30 سال پیش براش چه کردیم در ایران. به ما چه یاد میدادن، تعلیم صدا میدادن، تعلیم من مقدار زیادی صدام رو مدیون اون روزها هستم. هر روز صبح یادت وادار میکردن ما رو فریاد بکشیم، تمرین صدا میکردیم، کلاس انگلیسی داشتیم، برامون کلاس انگلیسی گذاشته بودن که بتونیم زبان یاد بگیریم وقتی که به فستیوال های متفاوت میریم حداقل بتونیم چند تا جمله صحبت بکنیم. میرقصیدیم، کلاس رقص داشتیم برای اینکه بیشتر ورزش صبحگاهی 1 ساعت و نیم هر روز و کارگاه نمایش جای فوق العاده بود. من یه سوال میخوام با اجازهت بکنم. اولین بازی که در عمرت دیدی قبل از که به کارگاه نمایش وارد بشی و علاقه من به بازیگری شدی یادت میاد چی بود؟ بازی تئاتری؟ اصلا بازی که چرا میخواستی بازیگر بشی؟ چرا این علاقه رو داشتی؟ برباد رفته. برباد رفته رو دیدی؟ ویویان لی. برباد رفته. ولی قبل از برباد رفته آقای جعفری هم بودن. پدر من محمد علی جعفری بود. آره. ما رو میبرد نمایش. من و 3 تا برادرم. چه چیزی برای اولین بار به تو امر کرد که باید بازیگر بشی؟ من اون لحظه که آقای جعفری دیدم یه نمایشی داشت. هروئینی بود. دقیقاً من همون رو. پدر مقصد منو برد اون نمایش رو ببینم. شما رفتین نمایش دید ولی من بعدا فیلمش رو دیدم. شما یه خود بعضی مثل که بهتر. من فیلمش رو دیدم و از اون بازی احساس کردم که من دلم میخواد بازیگر بشم. حتی من تصادفا بازیگر شدم. ولی اون نه اونجا اون لحظه من... که لحظه که داشت مواد زیاد زده بود داشت میمرد. آره دقیقا. و چه بازی درجه یک خارق‌العاده‌ای. برای اون موقع دیگه البته. الان اون بازی ها منسوخ شده ولی برای اون موقع واقعا بازیگر خیلی خوب. خیلی فوق‌العاده.